که پایم می رود رانم در او، چون نماند پا چو بتانم در او. بت یعنی مرغابی، بتان مثل مرغابی ها. میگه تا وقتی که پام میتونه راه بره تو آب میرم، هر وقتم دیگه عمق آب زیاد شد، چون نماند پا منظور که پا به زمین نرسه، عمق آب زیاد شه، مثل بتها، مثل مرغابی ها شنا میکنن. در اصل مولانا میگه باید پا رو گذاشت در راه، باید وارد این دریا شد، ولو اینکه ما هنوز به اون مقام نرسیدیم، ولی نباید مانع بشه که ما پا در این دریا نذاریم. باید بیایم تو، ولو بلد نیستیم چطوری باید این دریا رو طی کنیم. بی ادب حاضر ز غایب خوشتر است، حلقه گرچه کج بود نی بر در است. بی ادب یعنی کسی که راه و رسم یک کاری رو نمیدونه، مثل ما که میخوایم بریم تو دریا ولی ممکنه که خیلی شنامون خوب نباشه. میگه ولی بیا، حتی بی ادب یعنی راه و رسمش هم بلد نباشی، ولی باشی اینجا، حاضر باشی، از این که اصلا نباشی بهتره. و حلقه در، خب حلقه کجه، میگه حلقه گرچه کجه ولی همیشه به در آویزونه، یعنی آماده ورود، جلوی دره، همیشه حاضر جلوی در. میگه ما هم باید وضعیت اینطوری باشه، یعنی حتی اگر هنوز به اون مقامات هم نرسیدیم، به اون درجه ها هم نرسیدیم، ولی این نباید باعث این بشه که ما کاری نکنیم، طلبمون رو دست برداریم ازش. میگه که طی دو بیت میگه تا پادارم میرم، نتونستم شنا میکنم. الزامی نیست که حالا ما وارد این دریاشیم همه فوت و فنش بلد باشیم. میگه تو بیا، بی ادب یعنی حتی اگر ندونی چه کار میخوای بکنی هم حاضر باشی بهتر از اینی که غایب باشی. و مثل حلقه، ببینید راست بودن و کج بودن در ادبیات ما، فرهنگ ما، راست بودن خوبه، کج بودن مثلا خطاست. میگه حلقه کجه، یعنی راست و کامل نیست هنوز، ولی همچنان بر دره، یعنی نزدیک در عنفوان ورود به این مثلا خونه است یا اتاق. دم دره یعنی از همه ما نزدیکتر به اونجا، فقط به واسطه حضورش. و میگه ای تن آلوده به گرد حوز گرد، پاکه گردد برون حوز مرد. میگه باید بیای تو این دریا پا بذاری. حالا دریا رو با حوز داره اسم میبره، میگه یه حوزی هست، این حوز برای پاکی شماست. ای کسی که تنت آلوده است، باید حتما بیای به این حوز به اصطلاح برسی. میگه به گرد حوز گرد، یعنی میگه این در رو ول نکن، در این حوز رو. و پا کی گردد بدون این حوز کسی؟ نمیشه بدون این حوز رفتن کسی پاک بشه. یعنی چهار پنج بیت الان داری میگه باید پا بذارید تو این عرصه،
ولو ناشیانه، ولو دست و پا شکسته. پاک کو از حوز مهجور افتاد، اوز پاکی خیش هم دور افتاد. این خیلی مهمه این بیت. یعنی میگه ما باید دائم خودمونو به این حوض بسپریم، ولو تمیزم که باشیم، اگه یه مدت توی این حوض نریم از پاکی خودمونم دور میشیم دوباره. یعنی ما در هر مرتبه معنوی باشیم یک ادراکاتی داریم دیگه، جلوی ادراک و فهم خودمونه که نمیتونیم بگیریم. ادراکات و فهم و اون تصاویری که در ما دوباره تشکیل میشه میتونه دوباره باعث آلودگی ما بشه. ولو الان من پاکم، ولی اگر با همین چیزهایی که منو پاک کرده بمانم، دوباره مثل این که زنگار میگیره آینه. هفته پیش توضیح دادیم ما با هر رها کردن یک گوشه های جدیدی میبینیم از دنیا. حالا اگه رها بشیم بعضا میتونیم یک دنیای دیگر ببینیم. حالا میگم ما به اونجا نرسیدیم که یه دنیای دیگه ببینیم، ولی یه چیزهایی میبینیم. این چیزهای جدید، فهمهای جدید، اگر دوباره ذخیره کنیم همون اتفاق دوباره میفته، دوباره کثیف میشه. میگه کسی که تنش آلوده است باید دائم به این دور این حوض باشه، یعنی هی به این حوض رجوع کنه، خودش پاک کنه. و اگه بیرون حوض باشه نمیشه پاک بشه. حالا میگه تازه اون آلوده است، حتی پاک هم باشی خودتو تمیز کردی، ولی دائم باید بیای از خودت بیرون، چون هر چیزی اونجا قابلیت اینو داره دوباره یه خودی تشکیل بشه. و حتی پاک هم باشی دائم باید با این حوض خودتو چک کنی. پاکی این حوض بی پایان بود، پاکی اجسام کم میزان بود. خب میگه که این حوض یه خاصیتی داره، هیچ وقت پاکیش از بین نمیره، یعنی هیچ وقت کثیف نمیشه. ولی پاکی اجسام، اشخاص، اینا کم میزان بود، یعنی محدوده، شکننده است این پاکیای ما. چرا شکننده است؟ برای اینکه ما به زودی دوباره در معرض آلودگی قرار میگیریم. فقط کافیه یه چیزی فهمیدیم به خودمون بگیم آخه چه چیز خوبی فهمیدی، یا حالا من فهمیدم که اینطوریه. این تصویر دوباره منو ناپاک میکنه. ما از این فهمای جدیدمونم باید بیایم بیرون. اینطوری عرض کنم، پاکی این حوض بی پایان بود، ولی پاکی ما، اجسام، اشخاص کم میزان بود. زان که میگه زان که دل حوز است لیکن در کمین، سوی دریا راه پنهان داردین. میگه این اصل شما، دل شما که اینجا نماد حوزه، ما هر بار به اصلمون رجوع میکنیم میتونیم تشخیص بدیم که چیا جزء اصل ما نیست و ازشون خودمون رو تمیز کنیم. پس این اصل ما مثل یه حوضه،
دل حوز است، لیکن در کمین، یعنی در پنهان به طور نامشهود سوی دریا راه پنهان دارد، مثل اینکه با یه لوله کشی به دریا وصل این حوز. این حوز دل شماست، اون دریا که با لوله کشی بهش وصله اون هوشیاری عقل کله. زان که دل حوز اینطوری دیگه، این دل رو شبیه کرد به، تشبیه کرد به حوز و میگه این حوز به دریا راه داره. دل محل فرود اون چیز هوشیاریه در شما، در ما، و میگه اون مثل اینکه